سلام دوباره خدمت شما هموطنان عزیز و دوستان گرامی، آخر هفته تان بخیر و خوشبختانه که در این بخش برنامه امروز قهرمان محترم افغانستان و بوکسر کشور ما که دارای چندین کمربند معتبر و همچنین مدال‌های جهانی در بخش ورزش بوکس هستن، امروز دعوت ما را پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. جناب آقای محمد یعقوبی که بیشتر معرفی میشیم با خودشان و همچنین دستورها را معرفی میکنن. آقای یعقوبی صاحب، بسیار خوش آمدین. سلام و صبح بخیر خدمت شما و سلام و احترام خدا خدمت تمام هموطنان عزیز خود که در هر جای دنیا هستن تقدیم میکنم. امیدوار هستم که یک روز خوبه آغاز کرده باشه. تشکر از دعوت شما و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین با این همه مصروفیت هم که دارین. سلامت باشین. تشکر. خواهش میکنم. یک معرفی کامل از خود داشته باشین از دستاوردها از زمانی که ورزش شروع کردین. آقای یعقوبی تشکر. من محمد یعقوبی هستم که بوکس تقریبا در کشور انگلستان پیش میبرم. ورزش از سن 7 سالگی شروع کردم، از رشته های مثل کنفو، کیک بوکسینگ، سبک فول رزم تا کمربند دانه دوی سیاه دارم. بسیار دیگه زمانی که به انگلستان رفتم باز با فری فایت رو آوردم و یک دو سال فری فایت هم تمرین کردیم. بعد از او باز ما در سبک بوکس خوشم آمد و می رشته بوکس پیش بردم. الحمدلله دستاوردهای خوبی داشتم و شما که می بینین کمربند گرفتم، مدال گرفتم. دیگه فعلا همی در سبک بوکس هستم. بسیار خوب. از کمربندام صحبت میکنیم. بله. اولا همی. اما قبل شما بگوین که افغانستانی هستین. بله. یا انگلستانی؟ ما اصلیم خو افغانستانیم. خب. من تا در انگلستان اقامت دارم و زندگی من انگلستان است. گاهی که سفر میکنین یک خروج مراجعت دارین؟ بله. از اونجا که سفر میکنم از میرم میایم، مشکل ندارم. خب بسیار خب. میشه که در مورد این کمربند تام صحبت کنیم که به کجا بعد ساوردین و تشکر. این کمربند ها کستر در سازمان به نام UKBU در شهر لندن است، در کشور انگلستان. و در اون سازمان ما این کمربند در قهرمان شدیم. یک بچه از کشور نایجیریا بود از افریقا که ما و از او سرزی کمربند مسابقه کردیم و او عرف خود شکست دادم و در این مسابقات زیاد افغان های ما آمده بود و حتی سفارت افغانستان هم سکرترستان آمده بود بر تشویق ما و خوشبختانه تانستم همون شوی مسابقه را پیروش شوم و کمربند برای مردم خود بر افغانستان بگیرم. بسیار عالی. ارزش و اهمیت این کمربند چی است آقای یعقوبی صاحب؟ ارزشش؟ بله. خب کسایی که ورزشکار هستن میفهمن که مثلا در یک مسابقه تقریبا 5 ماه 6 ماه تمرین میکنن، رژیم غذایی میگیرن و در روز در 2 تا 3 تا تمرین میکنن و بسیار آمادگی خاصه برای یک مسابقه او هم سر تایتل باشن میگیرن تا بتونن همون کمربند به دست بیارن. ارزشش خیلی زیاده برای ورزشکارا. بله. طبعا برای مردم افغانستان هم همچنین. بله. بخاطر بله. که ما برای کشور خود زحمت تلاش میکنیم. و بالخصوص داخل که موقع مسابقه هستین و ضربه هایی که میخورین بعد از او. بله. چه مدت زمانی را میگیره که دوباره به حالت اولی برگردید؟ تشکر. اتفاقا همه دمیده مسابقه عارف ما بسیار قوی بود و ما از نهای صورت از کبودی شده بود و بعد از مسابقه صورت ما کم ذره اوگار شده بود بس خاطر که ضربا خوب زیادتر خورده بود. و از عریف ما مامته چون عریف ما سیاه بود باز او زیاد معلوم نمیشد. هر چی سیاه میکردیم زیاد معلوم نمیشد من تا از ما چون دیگه مشخص میشد. خب به هر صورت خوش هستم که تانستم کمربند به دست بیارم و جا دارد که از پرده تلویزیون شما، از افغانای ما، از کسایی که در شهر لندن آمدن به مسابقه ما، ما را تشویق کردن، ما را حمایت کردن و ما را همیشه تشویق میکنن، اسپانسر میشن تا ما بتونیم این مسابقه را پیش ببریم. بله، تا بله. یک افتخار برای کشور خود، برای مردم خود به دست بیاریم. تشویق بسیار برای یک ورزشکار مهم است. حالا کمربند دیگه هم از آقای یعقوبی هست برای شما میبینین که جوان افغانستان تلاش کردند و این افتخار بزرگ کسب کردند. در مورد از این اگر معلومات بدین. این مسابقات این کمربند هم در هم سازمان است به نام کوینز UKBU و ایرا اول از او پیش از او کمربند ایرا گرفته بودم. این قهرمانی شهر لندن است در اون سازمان
باز این کمربند که گرفتم بعد از یک دو مسابقه دیگه انجام دادم، بعد از او باز سر از او رفتم، او را کم برند بعد از او باز او را گرفتم. خب این کمربند دیگه حتما در مرحله آخر این کمربند آخریه که سطحش از کل از دو تا بالاتر میاد، به خاطر که این کمربند WBO سمی پروفشنال یورپین چمپیون است، یعنی ما در وزن خود در سازمان WBO قهرمان اروپا شدم در سمی پروفشنال. دیگه دیگه هم این مسابقه من بسیار سخت بود، چون سر کمربند معمولا بسیار سخت میباشه. خیلی خوب، رنگ های این هم کدام معنای خاصی دارن؟ مثلا سرخ و سفید و آبی که سرمه یکی اینجا؟ نه کدام خواست نداره، مقصد به سازمان، باز هر سازمان از خود همون طراح کمربند های خود دارن. دیگه شما طور که این کمربند WBO اروپا رو میبینید، بیرق کل کشورهای اروپا رو درش کده و زحمت زیاد سرش کشیده که مثلا کمربند مقبولتر و جذابتر به امی پرچم افغانستان هم هست اینجا آقای یعقوبی سبیان؟ نه دیگه چون نیستن فکر کنم نیست، بخاطر اینکه اینجا هست فکر کنم شاید باشه. بیا زوم کو بار بار داره کردش این دوستا پرچم با افتخار افغانستان در اینجا که ما اشاره میکنم هم رنگش هست مقصد. یعنی شما یک نکته تازه متوجه شدید؟ من دقت نکردم. چون پرچم کشور شما کدام است؟ انگلیس؟ جان؟ پرچم انگلیس کدام شد؟ پرچم انگلیس باره برگ اشاره کنم باید دقت نگاه کنید تا پیدا کنید. خب یعنی هست مقصد شما خود اون پرچم کشور خود اکثر کشورهای اروپا اکثر کشورهای دنیا هستن کمربند چه هم پرچم شده اینجا زدن. شما به نام یک ورزشکار افغانستان مبارزه میکنین یا ورزشکار انگلستان؟ ما برای افغانستان مسابقه میکنم. خب درسته که ما در انگلستان زندگی میکنم، طبیعت داریم، طبیعت اونجور دارم، ولی خوشبختانه کشورهای اروپا یا انگلستان اجازه را هر یک شهروند داره که مثلا بتونه برای کشور اولی خود مسابقه بکنه یا که برای هم کشور انگلستان مسابقه بکنه. ما باز به خاطر همه شوق و علاقه که با کشور خود دارم، با مردم خود دارم، بیرق کشور خود افغانستان بلند میکنم و به اون خاطر هم هست که در هر مسابقه ما افغانهای ما بسیار زیاد میان به تشویق. بله بله بله. باعث هم شاید شود که زیادتر انگیزی تان بالا بره و تلاش های زیادی کنین تا بیرق افغانستان بالا بکشن. بله صد به صد. دیگه ما بیشترین تلاش ما همی بوده همیشه که ارزویم بوده که ما بتونم کمربندهای معتبرتر و مسابقه های در سطح بالاتر برای کشور خود برای افغانستان انجام بدم تا باعث افتخار مردم افغانستان شوم. آموزش ها را در افغانستان دیدین یا در لندن یا در انگلستان شما سپری کردین؟ خب ما در افغانستان زیاد نبودم. درست. زمانی که افغانستان جنگ بوده و طالب بوده و دوره پیشش، دوره طالب رو نمیگم، دوره پیشش ما خورد بودم. بیست چند سال قبل. باز فامیل ما کلن مهاجر شدن به سمت ایران. خب بعد ما در ایران در سن 7 سالگی ورزش رزمی را مثل کنفوتوا و اینا را شروع کردم با مدت زمان، باز کنفوتوا، فول رزم، همین ورزش های رزمی را از همون خورترکی چه علاقه داشتم و از خورترکی شروع کردم. دیگه تا زمانی که به انگلستان خودم رفتم باز در اونجا رشته بوکس پیش بردم. دیگه حالا مسابقه پیش رو دارم با تاریخ 5 مارچ همراه یک حریف ما است که بسیار یک حریف سرسخت است، از خود انگلستان است و خوب شناخت هم ازش دارم و میفهمم که بسیار سخت. شما شناخت داره نداره یک بچه افغانستان؟ او هم بسیار از ما شناخت خواست داره. او تقریبا 6 ماه پیش کندمی یک سازمان است به نام کوینزبری چمپیونشیپ. او سازمان که است 3 شبکه انگلستان نشر میشه لایف و بسیار یک سازمان معتبر است و ما تا حالا در اون سازمان 2 مسابقه انجام دادم و یک مسابقه آخریم که سر کمربند کوینزبری نشنال چمپیونشیپش بود متاسفانه در یک امتیاز او را واگذار کردم و نتونستم بگیرم و این بچه این قهرمانی را گرفته و کمربند کوینزبری چمپیونشیپ فعلا او دادیس خود داره و ما چلنجش دادم کی میگیره اسمش؟ که ما همراه تو مسابقه میکنم و من میفهمم که تو رو میتونم بزنم. آفرین. دیگه او هم قبول کرده که انشاءالله قرار بود که البته 2 ماه پیش شکست قبول کرده یا مسابقه را با شما؟ مسابقه را. خب. مسابقه را که قدر همراه من مسابقه بکنه. دیگه انشاءالله که ما تیاری خود گرفتیم، آمادگی خود گرفتیم.
در تاریخ 5 مارچ موضوع داخل رینگ مسابقه و خیر روبرو میشیم در انگلستان، در شهر لندن. بله، در انگلستان. بسیار خوب. دیگه پیام ما به هموطنان ما، به دوستای ما که در شهر لندن هستن، امید که انشاءالله در این مسابقه ما را مثل همیشه حمایت بکنین، تشویق بکنین، بیاین در مسابقه تا ما بتونیم یک پیروزی شیرین به دست بیاریم و او کمربند بگیرم و افتخار برای کل افغانستان شه. ما و باسی هم میریم. بله، اگر آقای خودشان ببره ما را کد خود بر تشویق. البته گرچه ما از اینجا تشویقتان میکنیم. سلامت باشید. تصاویرم داریم دوستا با مقامات گرفت آقای یعقوبی صاحب، اگر همکارا پخش بکنین که در روی تصاویر هم صحبت شد، کمی که از شامل دستاوردهای آقای یعقوبی صاحب است، میشه صحبت کنین آقای یعقوبی صاحب که در کدام مسابقه آخرین بود که گفتم امروز یه بچه سر کمربند کوینز بل چمپیونشیپ بود، متاسفانه عارف ما با یک امتیاز قهرمان شد. باز هم این افغانای ما ماشاءالله آمده بودن به تشویق ما، از جا داره که از همینجا از کلاب فوتبال میوند مقیم انگلستان تشکری کنم که در هر مسابقه ما کلی اعضای تیم میوند و از انجمن اتفاق شرق لندن و از تمام دوستایی که در لندن هستن میان تشویق میکنن تشکری بکنم. اینا هم افغان هستن که حمایت کردن شما؟ بله، تشویق کردن. اینا هم از سفارت افغانستان آمده بودن. بسیار عالی. سکرتر اول دوم باز اونجا یک تقدیرنامه دادن. اینجا هم یک محفلی از خود انجمن های انگلستان بود که ما رو دعوت کرده بودن و در اونجا رفته بودیم. اینا دیگه او هموطنهای انگلستانی تان است؟ بله، هموطنهای اونجا است. خیلی خوب، اینا هم داخل رینگ است یک مسابقه داشت اینجا؟ نه، اینا یه منجمن اتحادی افغانهای ما در لندن هستن، مرا دعوت کرده بودن. تیم فوتبال میوند هستن، کلاب میوند در لندن. و این همیه مردو کمربندی که شما اینجا آوردین در دست شماست؟ بله. اینا رو داخل با خود میبرین داخل طیاره و میارین دیگه در کشورها آزاد هستن سفر بکنین؟ بله، اینا مثل یک دوست ور خدمت. بله، شیرین ترین دوست، شیرین ترین فرزند. هیچ کسایی هست، اینا چیزایی هستن بر من با ارزشن، چون برای هر کدام از ما بسیار علی بسیار عرق ریختم، زحمت کشیدیم، یک تلاش زیاد کردیم. هر چند به میدان هوایی و چیزا هر کسی که نمیدونه میفهمن که نه قهرمان است. یک اتفاقاً یک دفعه ایران رفتم در میدان چیز کردن، من رسل کردم، گفتن یا چیز که گفتن کمربند است ورزشکار هستم، باز گفته هیچ دیست نزنه. خب بیا مدال ها رو دوستا ببینین، بیننده های عزیز چقدر زحمت کشیدن روی موبایل. اگه صحبت کنیم مدال از کجا آمده ساوره؟ این مسابقات اینترنشنال هرینگی بوکس کاب است در انگلستان که هر ساله برگزار میشه، از تمام کشورهای دنیا در اون مسابقه اشتراک میکنه و ما در سال 2013 اشتراک کردم و مدال طلا گرفتم با شکست دادن حریفای خود و در سال 2014 باز اشتراک کردم و اینکه ما مقام دوم کسب کردم و ناگفته نمانه که ما اولین افغانی هستم که در انگلستان در این تورنمنت بزرگ اشتراک میکنم و دو بار قهرمان و مدال میگیرم. دیگه تا بال هیچ افغانی نگرفته، فقط یک افغان ما از نروژ آمده که یکی از بوکسرهای خوب ماست، اسمش هم جمشید نظری دوست ماست که از نروژ با تیم ملی نروژ آمد و او مدال طلا گرفت. دیگه بعد از اون دیگه کسی نگرفت. اونا با تیم نروژ بودن دیگه. ها، اونا مقیم نروژ بود، با تیم نروژ آمده، با تیم ملی نروژ آمدن در لندن مسابقه کردن. در فکر کنم 69 کیلو وزنش بود. این دفعه هم بخیر قهرمان شوین. سوغاتی شما از لندن بر مردم افغانستان بسیار با ارزش است، بسیار پر اهمیت است. دیگه چه سوغاتی های لندن مهم آقای یعقوبی صاحب؟ جز کمربند و افتخار و ارزش و مدالی که بر کل مردمی که هموطنای ما که در لندن زندگی میکنن، دوستای ما، سلامایشان رو برسان آوردیم و ما آرزو میکنیم که انشاءالله کشور ما صلح و آرامش به انشاءالله یک امنیت به و ما تمام افغان ها از هر قوم و نژاد که هستیم ما با هم برادر هستیم. بله، دوست هستیم. بله بله. ما همینطوری که در انگلستان مسابقه میکنم، در هر مسابقه ما چی تاجیک، ازبک، پشتون، همه اقوام میه به خاطر که ما زیر یک بیرق هستیم و همهشون به عنوان یک افغان من حمایت میکنن و ما آرزو میکنم که انشاءالله در افغانستان هم امنیت بیه
آرامی بیاید تا ما همه مردم افغانستان به صلح و آرامش زندگی کنیم و ما هم گاهی که از افغانستان دیدن میکنیم به آرامش دیدن کنیم. بله تشکر بسیار زیاد کلام گفتنی و پایام خاصی اگر داشت. یک سوال مانده که فرق بین شما و یک تابع اصلی انگلیس هست در مسابقات امتیازات از طرف دولت که شما اگر افغانی و لسل هستین اونا انگلیسی هست یا فرق نیست؟ فرق در سازمان ها شاید بعض موقع کمکاری شود او خود طبیعی است در هر سازمان های دنیا همه کار میشه ولی در کشورهای اروپا یا مثلا در انگلستان هیچ گونه تفاوتی بین یک شهروندی که مثلا اصلیت افغان هستم و مقیم اونجا از تابعیت چه دارم هیچ فرق در قانونش وجود نداره همه را به چشم یک انسان و به یک انسان میبیند هر کاره میتونین شوین یا با هر کاره که دلت بخواه مثلا وکیل و وزیرو مثلا در انگلستان این رقمی است که وقت شما در اونجا زندگی میکنن اقامت اونجا رو دارین شما مثل یک شهروند انگلستان بله. میشین شما را هر لحاظی که به خود انگلیسی ها مثلا هر چیزی که برای از او مهیا باشه برای شما هست تبعیض وجود نداره کار به مذهب تو به دین تو که چی دین تو چی هست چی نیست کار به کار تو ندارم فقط به انسان یک انسان تو را ارزش قائله و اگر تو در یک رشته یا در یک چیزی که درس میخونی تو را هنوز حمایت میکنه تا تو برسی بسیار خوب به افتخار قهرمان افغانستان جهان سپاس حضور شما گفتنی خاص مانده باشه آقای یعقوبی سید برای همه افغانستان تشکر اول از دعوت شما از لطف شما و دیگه گفتنی خاص ندارم انشالله که همین گفتم که انشالله که اگر آرامش و صلح در کشور ما بیاید و یک گفتنی به تمام افغانهای ما که در لندن هستند در انگلستان هستند ایست که منتظر باشین بخیر به تاریخ 5 مارچ ما سر کمربند انترنشنال کوینزبری مسابقه میکنیم انشالله که همه شما حضور داشته باشین تا بتونیم کمربند تنها نه برای خودم برای کل ما و شماست بگیریم به دست بیاریم.